در چند هفته اخیر گام‌های خوبی توسط مقام‌های عراقی و ایرانی در راستای تسهیل زیارت زائران دو کشور صورت گرفت. اما در این میان برخی عاشقان اهل بیت علیهم السلام در ایران معتقدند سازمان حج و زیارت چشم به جیب زائران ایرانی دوخته و قصد کاسبی را دارد. بر همین اساس هشتگی تحت عنوان هشتگ کاسبان زیارت در فضای مجازی ایران ایجاد شده و بسیاری از کاربران در حال انتقاد از این موضوع هستند. در سفر اخیر مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به ایران، وی با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار و پس از آن کنفرانسی خبری برگزار کردند. طرفین در این کنفرانس خبری از تسهیل مسیر زیارت برای زائران ایران خبر دادند و پس از آن اعلام شد که از این پس زائران ایرانی و عراقی امکان ورود بدون ویزا به خاک دو کشور را خواهند داشت. اما در این میان سازمان حج و زیارت ایران با قرار دادن شرایطی و ثبت نامی کردن سفرهای زیارتی زمینی نه تنها مانع تسهیل مسیر زیارت زائران ایرانی شده، بلکه به نظر می رسد چشم به جیب عاشقان اهل بیت علیهم السلام دوختند. در واکنش به این اقدام برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار پست و توییت هایی در شبکه‌های اجتماعی اعتراض خود نسبت به این اقدام سازمان حج و زیارت ایران را اعلام کردند. در همین راستا سید عبدالصاحب هاشمی از کاربران فضای اجتماعی ایران با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: عراق مرز زمینی را بدون ویزا بر روی زوار باز کرد، ولی ایران زیارت زمینی را فقط در قالب کاروان‌های سازمان حج و زیارت اجازه می‌دهد. وی در ادامه افزود: چرا سفری که مردم خودشان توانایی رفتن انفرادی را دارند، باید سازمان حج و زیارت آن را انحصاری اداره کند؟ مسئله غیر از سود مادی و کاسبی است. از سوی دیگر کاربری به نام محمود مرتضوی در توییتی نوشت: تنها سفر زیارتی که فقرا و قشر متوسط توانایی رفتنش را داشتند زیارت اربعین بود که الان با سیاست‌های سازمان حج و زیارت این هم از آنها سلب شد. وی افزود: امسال هم فقط افراد مرفه ظاهر می‌شوند و در فضای مجازی شعاف رفتنشان را به اسم دعاگویی هشتگ می‌کنند و دل جاماندگان را می‌سوزانند. کاربر دیگری با نام مجتبی هم نوشت: تا وقتی ناله کربلا بزنیم توی فضای مجازی وضع همینه. کاربری به نام ریوارشو هم با هشتگ کاسبان زیارت نوشت: عراق دو هفته است مرز زمینی رو بر روی زائران ایرانی باز کرده تا بدون ویزا برن زیارت، ولی ایران فقط در قالب کاروان میذاره ملت برن. چرا و چرا؟ لعنت بر کاسبان زیارت. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. با یک جستجوی ساده در فضای مجازی میتوان ده ها پست و توییت انتقادی علیه سازمان حج و زیارت ایران و کاسبان زیارت را مشاهده کرد. شما بینندگان عزیز هم می توانید با انتشار پست هایی در فضای مجازی با هشتگ کاسبان زیارت مانع استمرار این اقدام ناپسند مسئولان سازمان حج ایران شوید.